در حال حاضر بیشتر افغانهایی که به کشورهای بیرونی رفتند بنابر دشواری‌های زیاد یا در مقصدگاهشان نرسیدند و یا هم اگر رسیدند به گونه داوطلب دوباره به کشور رو کردند. حکومت هم ظاهراً دست به کار شده تا زمینه عودت این مهاجرین را در افغانستان فراهم سازد. از این رو معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید دارد برای آن ده از افغانها به ویژه جوانانی که میخواهند به کشورشان برگردند قرضه های کوچک داده خواهد شد. ما که امرای او قرضه های کوچک کمک میکنیم ای با طریقه بسیار آسان به او داده میشه و از پولی کم بگیر تا با ملیون ها افغانی به او داده میشه و پروسایش بسیار آسان است. با این حال دلیل عمده ای که همکنون افغانها راهی اروپا و دیگر کشورها می شوند تصویر خیالی است که توسط قاچاقچیان انسان برایشان داده می شود. موضوعی که سبب شده تا نهادهای امنیتی و دیگر ارگانهای مسئول در این زمینه دست به کار شوند و جلو چنین اعمال را بگیرند. خپلو امنیتی درو سره ډیر نږدې نه کار کوو ترڅو هغه کچکباران چې آغاز ونان کچکی لارو ته غیر قانوني لارو ته د خپلو نوړه ګټو د پاره له هڅوي دا هغوی ونیسو د قانون منګولو ته یې وسپرو. په دې اړه موږ سخ جدي کار پیل کړی دی. به او زندگی که در افغانستان میتونه داشته باشه، به آزادی که در افغانستان داره، مطمئن باشین که در او کشور نداره. چرا او کشور یک کشور بیگانه است، یک کشور است که در اونجا به عنوان مهاجر میره و چقدر زندگی شاقه را میداشته باشه. این در حال است که بنابر چالش های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بیشتر افغان ها خانه هایشان را ترک گفته و به کشورهای بیرونی راهی میشوند.